سلام دکتر شبه عزیز، با میدیمدیکس خوش آمدین. امید الله فیضی هستم. با ادامه درس های فیزیولوژی مون امروز در مورد بلاد پرشر پارت 4 صحبت میکنیم. در ویدیو های قبلی هم در مورد تنظیم فشار خون صحبت کرده بودیم و حالا موضوع ما را ادامه میدیم و امروز در مورد کاردیو پلمونری ریسپتورز صحبت میکنیم. کاردیو پلمونری ریسپتورز یا آخذه هایی که در عزین و همچنان در ریه های ما، آخذه هایی که در قسمت قلب و در ریه ها موجود می باشند. حالا برای شما میگم که در کدام قسمت ها موجود می باشند. کاردیو پلمونری ریسپتور ها که هستند مشابه به سیمیلر تو بارو ریسپتورز، مشابه بارو ریسپتور ها هستند. ما در مورد بارو ریسپتور ها صحبت کردیم و گفتیم در مقابل کشش جواب میتن. کاردیو پلمونری ریسپتور ها هم که هستند در مقابل کشش جواب میتن. کاردیو پلمونری ریسپتور ها را به نام لو پرشر ریسپتور هم یاد میکنن. لو پرشر ریسپتورز به این نام هم ای را یاد میکنیم. خب حالا میایم در مورد لوکیشن یا موقعیت از یا ما صحبت میکنیم. لوکیشنشان که در کدام ساحات یا موقعیت دارن. موقعیت از یا که از بعضی کتاب ها میگن، ایده کتاب ها فرق میکنه. بعضی کتاب ها میگن که موقعیت از یا در رایت اتریوم، رایت اتریوم یعنی عزین راست، رایت ونتریکل یعنی بطین راست و بطین راست پلمونری آرتری یعنی شریان ریوی و پلمونری وین یعنی ورید ریوی، وریدهای ریوی. بعضی کتاب ها میگن که موقعیت از در کجاست؟ رایت اتریوم، رایت ونتریکل، پلمونری آرتری و پلمونری وینز. در این ساحات میگن موقعیتشان میباشه، ولی بعضی کتاب ها باز تفاوت میکنن و میگن در سه قسمت است که یا موقعیت داشته میتونن. یک، در بعضی کتاب ها لوکیشنش چی میکنه؟ فرق میکنه. یکی خوب میتونه که گفتیم این لوکیشن باشه نظر به یک رفرنس، اما نظر به دیگر رفرنس ها اینی سه لوکیشن دیگر هم میکنه. یکی میگه walls of heart، walls of heart یعنی دیوارهای قلب که تمام چهار چمبر یعنی در هر چهار جوف، تنها در رایت اتریوم و رایت ونتریکل نه، در هر چهار جوف میگم میتونه که موجود باشه. دومین جایی که میتونه در قسمت گریت وینز یا وریدهای بزرگ، که وریدهای بزرگ هستن عبارت از سوپریور وینا کیوا و انفریور وینا کیوا نزدیک به قلب. اون قسمت از یا که نزدیک به قلب قرار داره اون قسمت هایشان گفته میشه که در اینجا موجود میباشه. سومین جایی که میتونن باشن در پلمونری آرتری، در شریان ریوی هم میتونن که موجود باشن. نظر به یک رفرنس اینی جاهایی است که میتونن در قسمت ها موجود باشه. گفتیم که موقعیت هایشان که در اینی ساحات میتونن که موقعیت داشته باشن. به طور مثال شما ببینین، میگیم که امی رسپتور ها در قسمت رایت اتریوم هستن، فرض مثال در دیوار رایت اتریوم در این ساحه موجود می باشن. ایناله هر زمانی که دریج والیم یا حجم خون در این ساحه کم شوه یا زیاد شوه باعث میشه که اینمی آخذه ها را تنبیه کنه. این آخذه ها گفتیم کششی هستن، در مقابل کشش مقابل کشش هستن که یا جواب میتن و اینال اگر کمتر کشش شوند یا زیاد کش شوند این رب داره به بلد والیوم یا حجم خونی که در اینجا می باشه. اینال حجم خون اگر زیاد شوه یا کم شوه توسط عصبی که در این ساحه می باشه پیام منتقل میشه به قسمت میدولا آبلنگاتا. ببینین پیام از این ساحه از اینمی آخذه ها که به نام کاردیو پلمونری ریسپتورز گفتیم یاد میکنیم مشابه به بارو ریسپتورز می باشن، پیام گرفته میشه میایه به قسمت میدولا آبلنگاتا. در میدولا آبلنگاتا اینی ساحی است که ما برای شما نام ازیر گفته بودم به نام NTS، NTS یا نیکلوس آف ترکتوس سولیتوریوس. توسط کدام عصب این پیام آورده میشه؟ توسط عصب واگلز نرف. عصب واگلز نرف میاره پیام به نیکلوس آف ترکتوس سولیتوریوس. نیکلوس آف ترکتوس سولیتوریوس پیام میفرسته به سه دانه سنتر که در این ساحه موجود میباشه.
Vasomotor center, cardiac accelerator center, cardiac inhibitory center. Vasomotor center, cardiac accelerator center و cardiac inhibitory center. به این سنترها پیام میفرسته. ببینید، این را در یک قسمت برای شما نوشتم میکنم. اگر والیوم کم باشه. والیوم چی باشه؟ بلد والیوم. اگر بلد والیوم چی باشه؟ کم باشه. کم باشه اینال اونمو آخذه هایی که در روجه هستن کمتر تنبیه میشن. درست است یا تنبیه نمیشن هیچ؟ استرچ ریسپتور ها کمتر پیام انتقال میتن. کمتر که پیام انتقال دادن باعث از این میشه که نوکلیوس آف تراکت اسلیتریوس به یا پیام بفرسته در حالتی که بلد والیوم کمتر باشه پیام میفرسته به این ساها با وازو موتور سنتر با کاردیاک اکسلیتوری سنتر و با کاردیاک انهیبیتوری سنتر. باعث از این میشه که وازو موتور سنتر چی کنه؟ تنبیه کنه. باعث تنبیه وازو موتور سنتر میشه وقتی پیام در قسمت انتقال میده. زمانی که اگر کاردیاک اکسلیتوری سنتر چی میکنه؟ کاردیاک اکسلیتوری سنتر هم تنبیه میکنه. بلد والیوم که کم بود باعث از این میشه که کمتر استرچ ریسپتور ها کشش مقاومت ایجاد میکنن، کمتر سیگنال انتقال میشه و در مقابل از اون حال نوکلیوس آف تراکت اسلیتریوس پیام انتقال میده به وازو موتور سنتر، به کاردیاک اکسلیتوری سنتر و به کاردیاک انهیبیتوری سنتر. باعث از این میشه که وازو موتور سنتر چی کنه؟ تنبیه کنه. البته قسمت C1 شه یا وازو کنستراکتور اریا شه. کاردیاک اکسلیتوری سنتر هم تنبیه میکنه و همچنان کاردیاک انهیبیتوری سنتر چی میکنه؟ نهی میکنه. ایره نهی میکنه. پس در نتیجه چی کار میشه؟ شما ببینید، زمانی که حجم خون کم بود توسط از یا پیام اومد که حجم خون در قلب کم است، اینال چی کار میکنن؟ وازو موتور سنتر کمی تنبیه شد قسمت C1ش، باعث از این میشه که عصب سمپاتیک فعال شوه. این عصب سمپاتیک که من برای شما گفته بودم از قسمت سوی قسمت T1 تا L2 از یه خارج میشه پوست سمپاتیک گانگلیون ها، میایه به قسمت یکی شیریان های ما یا شریانچه های ما و همچنان به ون ها، یعنی هم به باعث از این میشه که آرتریول ها کانستراکت شوه. این یا آرتریول هاست، آرتریول و کانستراکشن به وجود میره و هم در مقابل باعث از این میشه که وینو کانستراکشن به وجود بره. اینی ون ماست، باعث از این میشه که وینو کانستراکشن به وجود بره. درست است؟ اینا رو ببینیم. آرتریول کانستراکشن که شد باعث از این میشه که دیامتر اویه ما خرد شوه، دیامترشان یا قطرشان خرد شوه. قطرشان که خرد شد باعث از این میشه که رادیوس کوچک شوه. کاهش دیامتر باعث از این میشه که کاهش رادیوس میشه. رادیوس که کاهش پیدا کرد باعث از این میشه که افزایش پیدا کنه توتال پریفرال رزیستنس، که ما در درس‌های قبلی بر شما گفتیم توتال پریفرال رزیستنس که افزایش پیدا کرد مستقیما رابطه داره با بلد پریشر و باعث افزایش بی پی میشه. بلد پریشر افزایش میده. در مقابل وینو کانستراکشن، زمانی که ون های ما تقبض میکنن باعث از این میشه ون ها در این قسمت خونی که در این ساحت تجمع کرده یا خونی که در این ذخیره میباشه او خونه به طرف قلب انتقال میده، پس increase میکنه وینوس ریتورن به طرف قلب، باعث افزایش وینوس ریتورن یا بازگشت خون واردی به طرف قلب میشه. وقتی که وینوس ریتورن افزایش پیدا کرد باعث از این میشه که کاردیاک آوتپوت را هم افزایش بده. کاردیاک آوتپوت که افزایش پیدا کرد باعث افزایش بی پی میشه. پس در نتیجه میبینید این میکانیزم ها باعث از این میشه کمک میکنن که بی پی بلند شود. تمام از یا خون که به طرف قلب زیاد شد پس به این معناست که والیوم هم بلند رفت، کمک میکنن که والیوم بلند بره. والیوم که بلند رفت بلد پرشر هم بلند میره. پس ببینید یک میکانیزمی است که کاردیوپالمونری ریسپتورز که در افزایش بلد پرشر رول داره، که پس بلد پرشر رو به سویه نرمالش برسانه توسط افزایش والیوم. خب این کار خوش شد. در مقابل از اینکه آرتریول کانستراکشن خب میکنن، یعنی از قسمت تمام سیستمیک با شمول آرتریول هایی که در قسمت کدنی های ما قرار داره، ببینید در اینجا هم آرتریول ها قرار دارن، اینیا هم آرتریول ها است یا شریانچه های است که در قسمت کدنی ما قرار دارن. آرتریول های کدنی را هم در این ساحت کانستراکت میکنن. ببینید چی میکنه؟ اینا کانستراکت میکنه اینی آرتریول ها. زمانی که آرتریول هایی که در قسمت کدنی های ماست یا کانستراکشنن چی کار میشه؟ من در قسمت برای شما نوشتم میکنم. ببینید این ساحت را پاک میکنم تا در مورد ازو صحبت کنیم. باعث آرتریول کانستراکشن میشه در قسمت رینال
arterial constriction. تقبض میکنه اویه های شریانچه هایی که در قسمت رینال ما میباشه، یا وقتی که تقبض کنن باعث میشه اون فیلتریشن که در این ساحه صورت میگیره او کاهش پیدا میکنه. یعنی ببینین کدنی ما خو مسئول از این است که والیوم وقتی که زیاد میباشه، والیوم یا مثلا آب زیاد یا هم سودیم زیاد یا را خارج کنه، اما در مقابل از او زمانی که رینال آرتریولو کانستراکشن در اینجا صورت میگیره، وقتی کانستراکت میشه باعث از این میشه که کاهش پیدا کنه سودیم و آب اکسکریشنش یا اترایش. یعنی رینال آرتریولو کانستراکشن باعث چی شد؟ باعث از این شد که اترای سودیم و آب کاش پیدا کنه. به خاطر از اینکه اویه کوچک شده، اویه کوچک شده، حالا نمیتونه درست فیلتریشن رژه صورت بگیره و بالاخره باعث از این میشه کاش بته یورین آوتپوت ما را. خب به این طریقه است که نال پس دوباره باعث از این میشه که والیوم خون به حد به طور نرمالش بازگرده. و در مقابل از یک کار دیگه هم میکنه، ما گفتم کاردیاک اکسلیتوری سنتر هم تنبیه میکنه. زمانی کاردیاک اکسلیتوری سنتر تنبیه شد، این هم توسط انتقال عصب سمپاتیک نروی سیستم به خود قلب، به قسمت SA نود، به قسمت AV نود و به قسمت خود مسل یا عضله قلبی مایوکاردیوم قلب، باعث از این میشه که کانترکتیلیتی را افزایش بده و هارت ریت افزایش بده. افزایش هارت ریت، افزایش کانترکتیلیتی. پس افزایش هارت ریت، افزایش کانترکتیلیتی باعث از این میشه که BP بلند بره. این شد در حالتی که بلد والیوم کم شود. یعنی بلد والیوم کم شد، عصب واگوس پیام آورد به کجا؟ به میدولا. میدولا نکلوس آف ترکت سولیتوریوس پیام فرستاد به وازوموتور سنتر، کاردیاک انهیبیتوری سنتر و همچنان به این وازوموتور سنتر است VC. خب به کاردیاک انهیبیتوری سنتر و همچنان کاردیاک اکسلیتوری سنتر، باعث از چی شد که قسمت C1 وازوموتور سنتر تنبیه کنه قسمت کاردیاک اکسلیتوری سنتر و کاردیاک انهیبیتوری سنتر. بعد گفتیم که وازوموتور سنتر که تنبیه شد باعث آرتریول کانستراکشن، وینو کانستراکشن شد و همچنان اونو آرتریول هایی که در قسمت کلیه های ما موجود است یا در قسمت کدنی موجود است اوارم کانستراکت کرد. کانستراکشن که از وقت صورت گرفت باعث از این میشه که سودیم و آب اکسکریشن یا اترایش کم شد. وقتی که اترای از یا کم شد در نتیجه باعث چی میشه؟ باعث از این میشه که بلد والیوم افزایش پیدا کنه. افزایش بلد والیوم یا حجم خون افزایش پیدا میکنه. حجم خون که افزایش پیدا کرد باعث از این میشه که BP را پس بلند ببره، بلد پرژر را پس به حد نرمالش برسانه یا بلند ببره. این شد وازوموتور سنتر. بعد زود کاردیاک اکسلیتوری سنتر را گفتیم. کاردیاک اکسلیتوری سنتر آمد هارت ریت افزایش داد و همچنان کانترکتیلیتی که باعث از این شد که بلد پرشر افزایش پیدا کنه. بعد زو کاردیاک انهیبیتوری سنتر نهی میکنه، یعنی عصب سمپاتیک که در اینجا نهی میکنه. ببینین در نتیجه گفتم میتونم وقتی که بلد والیوم کاهش پیدا کنه در این حالت سمپاتیک نروس سیستم اکتیویتی یا فعالیت سیستم سمپاتیک چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه، اما فعالیت عصب پاراسمپاتیک نروس اکتیویتی چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه. این شد در حالتی که والیوم کم باشه. اما اگر یک حالتی باشه که بلد والیوم زیاد باشه چی کار میشه؟ بلد والیوم چی باشه؟ زیاد باشه. ببینین در اینجا بلد والیوم زیاد شد، مقدار حجم خون زیاد شد. حجم خون که زیاد شد توسط عصب واگوس پیام منتقل میشه به قسمت میدولا آبلنگاتا. اینجا استرچ ریسپتور هایی که در اینجا هستن اینال زیادتر کشش در این ساحه انجام میته، زیادتر پیام از زود منتقل میسازه. به نکلوس آف ترکت سولیتوریوس میگه که اینجا حجم خون زیاد است. و ای که فهمید که حجم خون زیاد است چیکار میکنه؟ انال بالای وازوموتور سنتر، کاردیاک انهیبیتوری سنتر و کاردیاک اکسلیتوری سنتر بالای ایسیدانال تاثیرات خود میگذاره. باعث از این میشه که اول وازوموتور سنتر، در وازوموتور سنتر باعث تنبیه قسمت A1ش میشه، یعنی A1 ایریا یا هم وازو دایلیتور ایریاش اینی ساحهش چی میکنه؟ تنبیه میکنه این ساحه رو تنبیه میکنه. بعد از او در کاردیاک اکسلیتوری سنتر وقتی که حجم خون زیاد شد باعث از این میشه که کاردیاک اکسلیتوری سنتر را نهی میکنه و کاردیاک انهیبیتوری سنتر را چی میکنه؟ تنبیه میکنه.
یعنی در حالتی که بلد والیوم زیاد بود برعکس از او حالت میشه که بلد والیوم در اونجا کم بود، سیمپاتاتیک نروس سیستم اکتیویتیش کم میشه و برعکس فعالیت پارا سیمپاتاتیک نروس سیستم چی میشه؟ زیاد میشه. چه قسم ای کار میشه در مورد ازیال صحبت میکنی؟ زمانی که وازو دایلشن شد به این مانا که اناله وازوموتور سنتر باعث از این میشه که یک آرتریول های ما وازو دایلیت شوند. آرتریول که وازو دایلیت شد، وین که وازو دایلیت شد، باعث از این میشه که بلد پریشر را کاهش بده. ببینین با کدام میکانیزم باعث کاهش از این میشه. این یک اویه است. حال دیگه اویه ما کانسترکشن در اینجا صورت نمیگیره بلکه دایلیت میشه، یعنی آرتریول و دایلیشن نوشتهش میکنم آرتریول و دایلیشن. آرتریول ها که دایلیت شد در نتیجه باعث از این میشه که توتال پریفرال رزیستنس کاهش پیدا کنه. توتال پریفرال رزیستنس کاهش پیدا کرد مستقیماً باعث کاهش بی پی میشه، بلد پریشر کاهش میده. بلد پریشر کاهش پیدا کرد یعنی که والیوم هم دور صاحب والیومی که پس به طرف قلب میره او والیوم هم کاهش پیدا میکنه. چگونه کاهش پیدا میکنه؟ چون وینو دایلیشن هم در اینجا میشه. ببینین این یک وین است. سابق چی میشه؟ در اینجا وین های ما کانستراکت میشد، اما آل چی کار میشه؟ آل وین های ما دایلیت میشه، یعنی وینو دایلیشن صورت میگیره. زمانی که وینو دایلیشن صورت بگیره باعث از این میشه که وینوس ریتورن به طرف قلب کاهش پیدا کنه. وینوس ریتورن که به طرف قلب کاهش پیدا کرد، این به معنا که اونو حجم از خون که به طرف قلب میره این کاهش پیدا میکنه. این کاهش پیدا کرد باعث از این میشه که کاردیاک آوتپوت کاهش بده، در نتیجه باعث کاهش بلد پرشر میشه. این هم با کاهش بلد پرشر بر ما شما کمک میکنه. چیز دیگه که اینال بسیار کمک میکنه به خاطر از اینکه حجم خون کاهش پیدا کنه او رینال آرتریول دایلیشن است. زمانی که آرتریول هایی که در قسمت رینال ما هست، رینال آرتریولو دایلیشن، اینال اونو رین آرتریول هایی که در قسمت رینال ما موجود میباشه، در قسمت کتنی ما موجود میباشه، زمانی که او دایلیت شوند، دایلیت کشیدن انال به این معنی است که مقدار زیاد فیلتریشن در اینجا صورت میگیره. فیلتریشن که زیاد شد به این معنی که مقدار زیاد از سودیم و همچنان آب چی میشه؟ اترا میشه. افزایش اترای سودیم و آب باعث چی میشه؟ باعث از این میشه که کاهش پیدا کنه بلد والیوم. بلد والیوم کاهش پیدا میکنه. بلد والیوم که کاهش پیدا کرد بی پی پس داون میشه. و در مقابلش سیمپاتاتیک نروس سیستم گفتم فعالیت شا کم میسازه و پاراسیمپاتاتیک نروس سیستم فعالیت شا اینال زیادتر میسازه. یعنی کاردیاک اکسلیتوری سنتر هم نهی میکنه در این ساحه، کاردیاک انهیبیتوری سنتر هم در این ساحه تنبیه میکنه تا که عصب پاراسیمپاتیک در اینجا چی باشه؟ حاکم باشه. خب این بود در مورد ریسپتورها، کاردیو پالمونری ریسپتور که در مورد اینجا صحبت کردیم. یک چیز دیگه که در اینجا میمونه ای است که این امی ریسپتورها در مقابل از اینکه به نکلوس آف ترکت و سولوتوریس پیام میفرستن، پیام همچنان منتقل میسازن. پیام منتقل میسازن به کجا؟ پیام مستقیما منتقل میسازن به برین، به قسمت هایپوتالاموس. اینمی ریسپتور ها همچنان پیام منتقل می سازن به هایپوتالاموس. هایپوتالاموس در این ساحه باعث میشه، در این ساحه هایپوتالاموس قرار داره، درست است؟ اینا رو هایپوتالاموس در قسمت پایین هایپوتالاموس ایجا یک ساختمان دیگه قرار داره، این به نام پیتیوتری گلند میگیم. پیتیوتری گلند یا خوده نخامیه برش میگیم. پیتیوتری گلند که از دو پارت داره، دو بخش داره، یکیش میگیم انتریور پیتیوتری گلند و دیگه شما میگم پوستریور پیتیوتری گلند. از قسمت پوستریور پیتیوتری گلند که از یک هورمون افراز میشه که این هورمون ما به نام ADH یاد میکنیم، انتی دیوریتیک هورمون. زمانی که حجم خون در ساحه در قسمت مثلا اتریوم زیاد شده باعث از این میشه که زیاد که شد پیام میفرسته به هایپوتالاموس. هایپوتالاموس باعث کاهش انتی دیوریتیک هورمون میشه. انتی دیوریتیک هورمون چی میکنن؟ کاهش میدن، کاهش میده. ولی اگر حالت باشه که حجم خون در اینجا کم شده باشه،
کم شده باشه، مثلا هموراج باشه، باعث از این میشه که آنتی دیوریتیک هورمون چی کنه؟ افزایش بده. این آنتی دیوریتیک هورمون چی میکنه؟ در مورد از این مال صحبت میکنیم. خب یکی کار کرد، دیگه کاری که میکنه خود قسمت اتریوم ما همین ساحه یک هورمون را افراز میکنه. اتریوم به نام چی است؟ در قسمت نوشته میکنه برای شما. یک هورمون را افراز میکنه به نام ANP، یک پپتاید است. اتریال ناتری یوریتیک پپتاید. ANP یا اتریال ناتری یوریتیک پپتاید. اگه ANP چی است؟ در مورد از این ما صحبت میکنیم. حالا میایم در مورد یکی وازوپرسین یا همو ADH و همچنان در مورد ANP ما صحبت میکنیم. وازوپرسین یا هم برش میگیم ADH، آنتی دیوریتیک هورمون. وازوپرسین یا آنتی دیوریتیک هورمون هم در بی پی رگولیشن رول داره. در چی رول داره؟ در بلاد پرشر رگولیشن یا تنظیم فشار خون رول داره. اما چگونه رول داره؟ برای شما گفتم که ADH از کجا افراز میشه؟ از قسمت پوستریور پیتیوتری گلند. یکی زیاد در مورد از یا ما نمیپیچیم که پوستریور پیتیوتری گلند یا هایپوتالاموس در کجا هست و چگونه ساخته میشه، چون ما در مورد ساختن ADH که است در فصل اندوکرینولوژی، زمانی که در اندوکرینولوژی در موردش صحبت میکردیم، در اونجا باز در مورد ازیا صحبت میکنیم. ولی فعلا فقط رول ازیرا میخوایم در بی پی رگولیشن برای شما بگویم. در کجا ساخته شد؟ پوستریور پیتیوتری گلند یک هورمون است، وارد خون شد. بعدی که وارد خون شد، دو دانه افکت بسیار مهم داره، دو وظیفه، دو تاثیر بسیار مهم داره. یک تاثیرش چی است؟ این یک پوتنت وازو کانستراکتور است، یعنی یک قوی وازو کانستریکتور است. وازو کانستریکتور باعث وازو کانستراکشن میشه. زمانی که وازو کانستراکشن شد، شما میفهمید که تی پی آر افزایش پیدا میکنه، توتال پریفرال رزیستنس افزایش پیدا میکنه. توتال پریفرال رزیستنس که افزایش پیدا کرد، باعث از این میشه که بی پی افزایش پیدا کنه. یک کار دیگه است که توسط آخذه هایی که در قسمت اویه های ما موجود می باشه، آخذه V1 ریسپتور، توسط از او باعث از این میشه که وازو کانستراکشن به وجود بیاره. و همچنان در نفرون های ما، در نفرون ها، نفرون واحد وظیفوی و ساختمانی چیست؟ کلیه های ماست که در قسمت کدنی های ما موجود می باشه. برای اینکه سبز رنگ که ما ترسیمش کردیم یک نفرون است. در نفرون ها توسط V2 ریسپتور، یک ریسپتور دیگه که در اینجا هست که به نام V2 ریسپتور میگیم، ADH میه با این ریسپتور که به نام V2 ریسپتور ریاد میکنیم، با این وصل میشه و باعث چی میشه؟ باعث از این میشه که افزایش بده H2O ریابزوربشن، یعنی جذب دوباره آب افزایش میده. وقتی که جذب آب افزایش پیدا کرد، باعث از این میشه که بلد والیوم افزایش پیدا کنه. بلد والیوم یا حجم خون افزایش پیدا کنه. حجم خون که افزایش پیدا کرد، باعث افزایش بی پی میشه. بلد پرشر چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. بی پی افزایش پیدا میکنه. یعنی با این میکانیزم است که ADH عمل میکنه. این که دقیقاً در قسمت کدنی ما، در نفرون های ما چگونه عمل میکنه، این ما در وقتی که در مورد سیستم اطراحی، در مورد کدنی ویا صحبت کردیم، در اونجا در فیزیولوژیش بر شما بازی را واضح میسازم. فعلا فقط وظیفهش در بلد پرشر رگولیشن که از ما در مورد ازی ما صحبت میکنیم که یک تاثیر کمی در بلد پرشر رگولیشن را هم داره، خصوصا زمانی که خونریزی باشه. وقتی که خونریزی ایجاد میشه، آنتی دیوریتیک هورمون افراز میشه. آنتی دیوریتیک هورمون باعث ازی میشه که پوتنت وازو کانستراکشن به وجود بیاره، قوی وازو کانستراکشن به وجود میاره که نمونه که فشار پایین شه، فشار کم شه به ارگان های حیاتی، و همچنان نمیمونه که اتراش و آب از وجود ما تا که بلد والیوم کاهش پیدا نکنه و بی پی هم کوشش میکنه پس دوباره به طرف نرمال ببره. خب این در مورد چی شد؟ در مورد ADH آنتی دیوریتیک هورمون. بعد از اون میایم در مورد ANP صحبت میکنیم. ANP هم که است در بلد رگولیشن رول خود داره. ANP را گفتیم در موردش صحبت میکنیم. ANP که است در جواب به چی افراز میشه؟ ANP در حالت افراز میشه که بلد والیوم افزایش پیدا کنه. بلد والیوم زمانی که افزایش پیدا کنه، باعث افراز یک هورمونی میشه که به نام ANP یادش میکنیم.
این پیک است. این حال در حالتی که بلد والیوم افزایش پیدا کرد و ای افراز شد، افکت از ای چیست؟ تاثیراتش چیست؟ افکت از ای طور است که ای باعث آرتریولو دایلیشن میشه. یعنی آرتریول های ما را چی میکنه؟ دایلیت میکنه. آرتریول ها که دایلیت شد باعث کاهش TPR میشه. Total Peripheral Resistance کاهش پیدا میکنه. Total Peripheral Resistance که کاهش پیدا کرد، BP کاهش پیدا میکنه، Blood Pressure. اما یک رول عمده دیگه که ANP داره ای است که ANP همچنان باعث Renal Arterial Dilation هم میشه. Renal Arterial ها دایلیت میشن. رینال آرتریول ها که دایلیت شد، بر شما گفتم زمانی که رینال آرتریول ها دایلیت شد باعث ازی میشه که افزایش پیدا کنه سودیم و آب، اترایشان. اترای سودیم و آب چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. اترای سودیم و آب که افزایش پیدا کرد باعث کاهش بلد والیوم میشه یا حجم خون کم میشه. حجم خون که کم شد باعث کاهش بی پی میشه، بلد پرشر کاهش میده. یعنی میکانیزم عمده ANP نیست که بلد والیوم برای ما و شما به این میکانیزم است که کاهش میده. خب این در مورد چی بود؟ ANP. بعد از ANP در مورد چیز دیگه که صحبت میکنیم، او را به نام بن بریج ریفلکس یاد میکنیم. در بن بریج ریفلکس طوری است که ببینید، در این قسمت بر شما نشان میتونم. زمانی که حجم خون در این ساحت زیاد میشه در اتریوم، در اینجا به طور مثال شما فرض کنین که حجم خون زیاد شد. حجم خون که زیاد شد توسط اینی رسپتورها که به نام کاردیوپالمونری رسپتور زیادش کردیم یا استرچ رسپتورها، توسط عصب واگوس پیام منتقل میشه به قسمت نیکلوس آف تراکتوس سولیتریوس، در اینجا پیام منتقل میشه. اما زمانی که حجم زیاد شوه، ما برای شما گفتم که در اینجا حجم که زیاد شد، عصب پاراسمپاتیک چی میشه؟ فعالیتش زیاد میشه، سمپاتیک فعالیتش کم میشه. ولی در بن بریج ریفلکس طوری است که در اینجا وقتی که بلد والیوم زیاد میشه، در جواب به بلد والیوم همچنان باعث ازی میشه که هارت ریت افزایش پیدا کنه. یعنی فعالیت عصب سمپاتیک افزایش پیدا میکنه، پاراسمپاتیک کاهش میده. در بن بریج چی کار میشه؟ در بن بریج که است، عصب سمپاتیک نروس سیستم فعالیتش افزایش پیدا میکنه و فعالیت پاراسمپاتیک نروس سیستم کاهش پیدا میکنه. در جواب به اینکه گفتیم، در جواب به اینکه بلد والیوم زیاد شده و اینال سمپاتیک نرو سیستم که فعالیتش زیاد شد باعث افزایش هارت ریت میشه، یعنی ضربان قلب در این ساحه افزایش میده. ببینین کاردیاک اکسلراتوری سنتر که تنبیه شد، سمپاتیک فعالیتش زیاد شد، اینال کاردیاک اکسلراتوری سنتر میایه بالای اس ای نود، بالای ای وی نود، بالای خود قلب تاثیرات تاثیر میگذاره و باعث ازی میشه که هارت ریت در این ساحه چی کنه؟ افزایش بده. ای تاثیرات چی است؟ تاثیرات به نام بن بریج ریفلکس ما یاد میکنیم. میکانیزم دیگه که در بلد پرشر رگولیشن رول داره، او را به نام اسکلیتال مسل کانترکشن یاد میکنیم. تقلص عضلات اسکلیتی. ببینید زمانی که شما یک فعالیت را انجام میدین در هنگام ورزش، از در این قسمت اویه هایی که موجود میباشه، خصوصا ون ها، ما گفتیم ون یک ذخیرگاه از خون است، ون ها تقلص میکنن. خدا چی میکنن؟ کمپرس میشن در هنگام تقلص عضلات و کمپرس میشن. کمپرس شدن باعث از این میشه که نال وینوس ریتورن به طرف قلب افزایش بده. پس در اسکلیتال مسل در هنگامی که گفتیم کانترکشن صورت میگیره، در هنگام اکسرسایز باعث از این میشه که وینوس ریتورن افزایش پیدا کنه به طرف قلب. وینوس ریتورن که به طرف قلب افزایش پیدا کرد، باعث از این میشه کاردیاک آوتپوت افزایش بده، دهنه قلبی را افزایش بده، مقدار خونی که در یک دقیقه پس قلب پمپ میکنه او را افزایش میده. او که افزایش پیدا کرد باعث افزایش بی پی میشه، بلد پرشر افزایش میده. و می خاطر است که در هنگام ورزش بلد پرشر یا فشار خون هم بلند میشه، چون در این حالت که از وینوس ریتورن یا بازگشت خون به طرف قلب زیاد میشه، اینی اویه هایی که در این ساحه موجود می باشد در عضلات ما و کمپرس میشن و باعث از این میشن که بازگشت خون به طرف قلب زیاد شد کنه. بازگشت خون که زیاد شد، کاردیاک آوتپوت زیاد میشه، کاردیاک آوتپوت که زیاد شد، بی پی را زیاد میسازه. در حالتی که هیوی اکسرسایز موجود باشد، هیوی اکسرسایز یعنی زمانی که تمرین های سنگین ما انجام بدیم، حتی باعث از این میشه کاردیاک آوتپوت افزایش بده 5 تا 7 چند حالت نرمال ایره افزایش میده. یعنی ای هم ببینیم که در فشار خون در تنظیمش ای هم رول داشت، چون تقلص کرد باعث شد که فشار بلند ببره و گفته میشه که مین آرتریال پرشر
در حالت که یک شخص ورزش میکنه مین آرتریال پریشر میتونه تا 130 تا به 160 میلی متر ستون سیماب هم بالاتر بره، یعنی از حد نرمالش که 93 میلی متر ستون سیماب بود میتونه با 130 تا 160 میلی متر ستون سیماب هم برسه. بعد از او یک میکانیزم دیگه که موجود است، این میکانیزم هم به نام ابدومینال کامپریشن ریفلکس یاد میکنیم. ابدومینال کامپریشن ریفلکس. ما گفتیم تقلص عضلات اسکلتی، همچنان تقلص عضلاتی که در قسمت بدن ما میباشه، یک گفتیم ابدومینال کامپریشن ریفلکس. اکسی که از خاطر ابدومین به وجود میاد، تقلص عضلاتی که در ناحیه بدن است، این میتونه در تنظیم فشار خون رول داشته باشه. چون عضلاتی که در ناحیه بدن است وقتی یا تقلص میکنن، باعث میشه که انترا ابدومینال پرشر، فشاری که در داخل بدن است، افزایش پیدا کنه. فشار داخل بدن که افزایش پیدا کرد، ببینین انترا ابدومینال پرشر، زمانی که فشار داخل بطن افزایش پیدا کنه، باعث از این میشه که بالای ونهایی که در اینجا است، این ونها را کامپرس میکنه. چی میکنه؟ یعنی ونها یا کامپرس میکنه ویسلز هایی که در اینجا است، کامپرس ویسلز، اویه هایی که در ساحه موجود بود یا را کامپرس کرد. کامپرس کرد انال وینوس ریتورن افزایش میده، یعنی بازگشت خون به طرف قلب افزایش میده. وینوس ریتورن در نتیجه افزایش میده، وینوس ریتورن که افزایش پیدا کرد، کاردیک آوتپوت افزایش پیدا میکنه، کاردیک آوتپوت که افزایش پیدا کرد، بی پی را افزایش میده. و این میکانیزم است که ابدومینال ماسل سموکاس یا هم در تنظیم فشار خون رول دارن، چون زمانی که تقلص میکنن، باعث ازی میشه ون هایی که در ایسا هست یاره تحت فشار قرار بدن و وینوس ریتورن افزایش بدن که در نتیجه بلد پریشر افزایش میده. خب ابدومینال کامپریشن ریفلکس هم در موردش صحبت کردیم. چیز دیگه که رول داره ریسپایریتوری یا تنفس هم در این رول داره، ریسپایریشن. چون در حالت ریسپایریشن، مثلا نارمال ریسپایریشن اگر باشه، در حالت چی؟ در حالت نارمال ریسپایریشن، نارمال ریسپایریشن، زمانی که ما تنفس نارمال انجام میتیم، میتونه که باعث از این شوه که 6 تا 8 میلی متر ستون سیماب فشار بالا شوه یا پایین شوه. یعنی حتی تنفس هم در تنظیم فشار خون رول داره، در بلد پرشر رگولیشن. و اگر دیپ انسپایریشن انجام بتیم یا دیپ ریسپایریشن، دیپ ریسپایریشن تنفس عمیق انجام بتیم که در حالات که ما ورزش میکنیم، در اون حالات مثلا تنفس عمیق که میگیریم، در این حالت میتونه که بلد پرشر یا فشار خون ما 20 میلی متر ستون سیما بالا و پایین شوه در حالت ورزش، که یاره به نام ریسپایریتوری ویوز یاد میکنیم. ریسپایریتوری ویوز چون به شکل امواج بلند و پایین میشن. زیاد چیزهای دیگه هم هست که در تنظیم فشار خون رول داره، استرس رول داره، هایپوتالاموس رول داره و لیمبیک سیستم رول داره. زیاد چیزهایی هست که رول دارن. خب چند چیزی که مهم بود که ما در موردش اینجا صحبت کردیم. خدا کنه که شما از یک چیز را مخته باشین. تا بعد، خداوند یار و مددگارتون.